تصمیم دولت آلمان برای کنترل مرزهای این کشور با اتریش با هشدار سازمان عفو بین‌الملل روبرو شده است. این سازمان به هر دو کشور آلمان و اتریش هشدار داده که وضعیت پناهجویان در مجارستان بسیار مغشوش و در هم ریخته است و ماندن در آنجا میتواند به قیمت جانشان تمام شود. این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کرده که بستن ناگهانی مرزها یا توقف قطارها راه حل‌های صحیحی برای حل مشکل پناهجویان نیستند. به اعتقاد عفو بین‌الملل، به جای این گونه راه حل‌ها باید دولت مجارستان را به نحوی قانع کرد که برای حل این بحران همکاری کند و از پناهجویانی که به دنبال امنیت هستند با حفظ شأن انسانی آنها حمایت کند. سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته تا نخست وزیر مجارستان را به طرف همکاری برای حل مشترک مشکل پناهجویان و سازگاری با حقوق بشر سوق دهند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که با اعلام پذیرش پناهجویان در آلمان، این کشور با ورود موج گسترده‌ای از پناهجویان روبرو شد. تنها در آخر هفته گذشته 16,000 پناهجو وارد شهر مونیخ شدند. شهردار این شهر اعلام کرد که مونیخ دیگر ظرفیت پذیرش پناهجو را ندارد. در طول دو هفته گذشته 63,000 پناهجو وارد مونیخ شدند. توماس دمیزر وزیر کشور آلمان در این باره گفته است کنترل مرزها با هدف کنترل و کاهش جریان ورود پناهجویان به آلمان صورت می‌گیرد. این کنترل تا زمانی ادامه خواهد داشت که مقررات ورود منظم به آلمان دوباره برقرار شود. با شروع کنترل مرز آلمان و اتریش، تردد خودروها در این مسیر با کندی صورت می‌گیرد. به گزارش شبکه رادیو تلویزیونی ایالتی بایر، در اتوبانی که شهر لینز در اتریش را به شهر پاساو در آلمان وصل می‌کند، در یک شنبه شب 8 کیلومتر ترافیک بوده است. پلیس ایالت بایرن همچنین اعلام کرده که در کنترل خودروها یک مظنون به قاچاق انسان را دستگیر کرده است. این فرد که تبعی ایتالیاست در خودروی ون خود 8 شهروند سوری را سوار کرده بود که 3 تن از آنها در صندوق عقب خودرو بودند. این 8 نفر که میان آنها چند نوجوان نیز دیده می شد به مرکز ثبت پناهجویان برده شدند. حرکت قطارهای مسیر اتریش آلمان که به مدت 12 ساعت متوقف شده بود از صبح روز دوشنبه دوباره از سر گرفته شد. وزیر کشور آلمان اما اعلام کرده که در روزهای آینده ممکن است باز هم محدودیت‌هایی در حرکت قطارها ایجاد شود. وزیر امور خارجه اتریش هم پس از تصمیم آلمان برای کنترل مرزهایش اعلام کرد که این کشور نیز به کنترل دوباره مرزهایش فکر خواهد کرد، چرا که به گفته او در غیر این صورت اتریش با تعداد بیش از ظرفیت پناهجویان روبرو خواهد شد. تنها ظرف روز گذشته 15,000 پناهجو از مرز مجارستان وارد اتریش شدند و پیش بینی می شود که ظرف امروز 5,000 نفر دیگر نیز به اتریش بیایند. پس از اعلام کنترل مرزهای آلمان، پلیس مجارستان در مرزهای این کشور با صربستان و رومانی به حال آماده باش درآمده است. یک خبرگزاری غیر دولتی در مجارستان نوشته این کار به این دلیل صورت گرفت که مجارستان از روز سه‌شنبه کسانی را که غیر قانونی وارد خاک این کشور شوند دستگیر خواهد کرد و به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که روز دوشنبه موج پناهجویان از صربستان به این کشور وارد شوند. مجارستان همچنین اعلام کرده که ساخت حصار در مرز صربستان را در چند روز آینده تمام خواهد کرد. همزمان با بحث و جدل در اروپا بر سر نحوه کمک رسانی به پناهجویان، موج افرادی که سعی می‌کنند خود را از افغانستان، عراق و سوریه به اروپا برسانند، همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه یک قایق دیگر حامل پناهجویان در آب‌های یونان غرق شد. جنازه 38 نفر پیدا شده که 4 نوزاد و 10 کودک خردسال در میان آنها بودند. 29 نفر دیگر از سرنشینان این قایق غرق شده توانستند خود را با شنا به ساحل جزیره فارماکونیسی یونان برسانند. 68 نفر دیگر نیز که در آب سرگردان بودند نجات پیدا کردند، اما هنوز تعداد دقیق غرق شدگان مشخص نیست. عملیات جستجو برای یافتن اجساد همچنان با قایق و هلیکوپتر ادامه دارد. روز شنبه نیز یک قایق دیگر حامل پناهجویان در جزیره ساموس در نزدیکی سواحل ترکیه واژگون شد. پلیس توانست 24 نفر را نجات دهد، اما تلاش برای پیدا کردن 5 سرنشین دیگر این قایق بی نتیجه ماند.
در روزهای شنبه و یک شنبه مجموعاً 5700 پناهجو با قایق از ترکیه به جزیره پروس در یونان آمدند. به دنبال سقوط یک جرثقیل در مسجد الحرام در مکه به روی زائران، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی گفت تحقیق درباره دلایل این حادثه آغاز شده و نتایج تحقیقات به اطلاع شهروندان خواهد رسید. جمعه شب 20 شهریور 1394 یک جرثقیل به روی مسجد الحرام در مکه سقوط کرد که باعث کشته شدن حداقل 107 نفر و جراحت 238 تن دیگر شد. علت وقوع این حادثه طوفان شدیدی اعلام شده که جمعه شب در مکه جریان داشته است. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایران، در حادثه مسجد الحرام 8 زائر ایرانی کشته و 7 نفر نیز مفقود شدند. بنابر این گزارش 23 زائر ایرانی نیز در این حادثه دچار آسیب شدند که به گفته معاون سازمان حج و زیارت وضعیت عمومی آنها خوب است. امسال 64,000 نفر از ایران برای انجام مناسک حج به عربستان اعزام شدند که از این تعداد 3,000 نفر در قالب نیروهای ستادی، امدادی، کادر پزشکی، خدمات و حمل و نقل هستند. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در پیامی دولت عربستان سعودی را به کوتاهی و قصور متهم کرد. آقای لاریجانی در پیام کوتاهی که روز 22 شهریور در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده گفته است دولت عربستان باید تمهیدات لازم را برای تأمین جان حجاج فراهم می‌کرد که با کوتاهی و قصور خود باعث بروز این حادثه شد. اندکی پیش از آن رئیس دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود او در تماسی تلفنی در جریان آخرین وضعیت آسیب دیدگان حادثه مکه قرار گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور و هیئت دولت نیز با خانواده قربانیان حادثه ابراز همدردی کردند. در همین حال خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که اجساد 3 ایرانی دیگر که پیشتر در میان مفقودین بودند پیدا شده و شمار کل قربانیان به 8 نفر رسیده است. همچنان خبری از وضعیت 3 مفقود دیگر منتشر نشده است. عمده قربانیان حادثه شهروندان هند و پاکستان هستند. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه 23 شهریور از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که همزمان با حل و فصل مسائل هسته‌ای وضعیت حقوق بشر را در ایران نیز بهبود بخشد. زید رعدالحسین در 30 نشست افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با استقبال از توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی در وین گفت استفاده روزافزون از مجازات اعدام، نگرانی‌ها درباره حق محاکمه عادلانه و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یکی از نگرانی‌های عمده همچنان باقی مانده است. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ایران از جمله کشورهای دارای آمار بالای اعدام همراه با چین است و فعالان حقوق بشر، کارگری، روزنامه‌نگاران، منتقدان مذهبی حکومت جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک سرکوب می‌شوند. سایت فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر مرداد ماه امسال پیش بینی کرده است که در صورت ادامه اعدام با سرعت کنونی ایران در سال 94 پس از سال 68 از لحاظ شمار اعدام رکورددار خواهد شد. به گزارش این سایت دولت مردان ایران انجام 246 اعدام را از دی ماه سال 93 تا تیر ماه سال 94 تایید کردند. حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران که با سفر گسترده هیئت‌های تجاری اروپایی به ایران طی ماه‌های گذشته همراه شده، این نگرانی را برانگیخته است که وضعیت حقوق بشر در ایران به سایه رفته و به دست فراموشی سپرده شود. با این حال، رئیس جمهوری اتریش در سفر اخیر خود به ایران گفته بود که مسائل حقوق بشری را با مقام‌های ایرانی در میان خواهد گذاشت. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از سخنانش از کشورهای اروپایی خواست تا برای همراهی با بحران پناهجویان سیاست‌های جامعی را به منظور توسعه مسیرهای مهاجرت اتخاذ کنند.
وی خواستار پایان بازداشت و بدرفتاری با پناهجویان به ویژه کودکان شد که به گفته او از جنگ یا تحت تعقیب قرار گرفتن در حکومت‌هایی چون سوریه گریختند. او خطاب به 47 کشور عضو شورای حقوق بشر گفت لازم است که مسیرهای مهاجرت عادی و اسکان مجدد توسعه پیدا کنند، دو اقدامی که از بروز مرگ و میر جلوگیری کرده و راه قاچاقچیان را سد خواهد کرد. آقای ردولت حسین در بخش دیگری از سخنانش از برخی قدرت‌های جهانی نظیر چین و روسیه به دلیل ساکت کردن منتقدان خود انتقاد کرد. او از چین به دلیل بازداشت و بازجویی از بیش از 100 وکیل طی ماه‌های اخیر و از روسیه به علت قرار دادن گروه‌های مدنی کمک گیرنده از منابع خارجی انتقاد کرد. اگرچه پس از 7 روز مقررات منع عبور و مرور از سوی دولت لغو شد، اما عملا این روزها شهر جزیره چهره جنگی به خودش گرفته. هواداران پیکاکا تا آنجا پیش رفته بودند که در اطراف شهر اقدام به کندن خندق کرده بودند. همین دیروز هم 3 پلیس ترکیه در جریان حمله نیروهای پیکاکا کشته شدند. تلاش ارتش برای پاکسازی شهر از دست هواداران پیکاکا منجر به خسارات و تلفاتی هم به شهروندان شده که حالا این روزها به شدت معترض شدن به عملکرد دولت. دولت اما مدعی هستش که شهروندان جزیره روز گذشته با راهپیمایی مخالفت خودشون رو با ترورهای پیکاکا نشان دادن. وزارت کشور هم بیانیه داده و گفته که در طی 7 روز قانون منع رفت آمد تمامی نیازهای اولیه مردم برطرف شده. دمیرتاش رهبر کردی حزب HDP که این روزها مرتبا در مناطق کردنشین در آمد و شد هست، باز هم دو طرف رو به آرامش دعوت کرده. از دولت ترکیه خواسته از وضع قوانین محدود کننده در مناطق کردنشین مثل قانون منع رفت آمد خودداری بکنه. از پیکاکا هم خواسته سربازان ترک رو هدف حمله قرار ندن. اما در این حال روز گذشته دولت ترکیه چند نقطه در استان دیاربکر رو منطقه ممنوعه اعلام کرده. حالا ما در میان همه این هیاهوها و درگیری‌ها، حزب عدالت و توسعه هم روز شنبه در شهر آنکارا 5th کنگره خودش رو برای انتخاب ریاست جدید برگزار کرد. یک بار دیگه اعضای این حزب احمد داوودوغلو رو به سمت رهبری این حزب برگزیدن. در انتخابات جدید تغییرات زیادی هم البته در کادربندی حزب عدالت و توسعه شاهد هستیم. از 50 عضو کادر مرکزی این حزب 31 نفر اونها تغییر کردن. انتقاداتی رو هم برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنن و میگن که آقای اردوغان تا آنجا که تونسته نزدیکان خودش رو در حزب جا داده. آقای داوودوغلو پس از انتخاب مجدد در سمت رهبری حزب به نظر می رسید برخلاف روزهای گذشته کمی با قدرت و اطمینان خاطر بیشتری در این کنگره سخن می گفت. به حوادث مناطق کردنشین اشاره کرد و گفت در هر سانتیمتر از خاک این کشور تنها پرچم سرخ ترکیه به اهتزاز در اومده. به نوعی پاسخی بود به هواداران کرد در شهر جزیره که این روزها هم دم از خودمختاری در این شهر میزنن. داوودوغلو حتی گفت که ثبات ترکیه در گروه یک دولت تک حزبی هستش، نه یک دولت ائتلافی. در سخنرانی 2 روز پیش آقای داوودوغلو احساس میکنیم که او امیدواره به پیروزی حزبش در انتخابات آینده. شاید این مقدار اطمینان و اعتماد به نفس به این موضوع هم مرتبط باشه که درگیری دولت با پیکاکا جدا از تبعات زیانبار شکاف اجتماعی که کم و بیش دیده میشه، اما تا حدودی هم در شرایط فعلی دامن زده به احساسات ملی گرایانه برخی از مردم ترکیه. از این رو هنوز امید به تشکیل یک دولت تک حزبی به وضوح در رفتار رهبران حزب عدالت و توسعه دیده میشه. اما واقعیت اینه که سرنوشت انتخابات ترکیه درست شبیه یک بازی فوتبال دقیقه 90 شده که هر ثانیه هر موضوع میتونه دلیلی برای تغییر نتیجه باشه. فعلا روی کاغذ شانس عدالت و توسعه شانس زیادی نیست، اما خب عوامل جانبی در مواجهه با احساسات ملی گرایانه مردم گزینه مهم و تعیین کننده همیشه بوده و خب سیاستمداران هم در مقاطع تاریخی بیشماری تونستن از این فاکتور کمک بگیرن.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه 8 شهریور دیداری با اعضای حزب ندای ایرانیان داشته که در این دیدار بار دیگر بر اهمیت رأی مردم در انتخابات تاکید کرده. در خبری که روز شنبه 21 شهریور ما از حاشیه این دیدار در وبسایت آقای هاشمی منتشر شده و در این دیدار گفته روحانیت دو بار فریب خورد، یک بار درباره بنی صدر و یک بار هم درباره احمدی نژاد. البته خسارت بار اولش هم کمتر بود و هم کوتاه‌تر. آقای رفسنجانی به افراد و روحانیونی که میگویند میزان همیشه رأی ملت نیست انتقاد و تصریح کرد اینها به نام دفاع از ولایت وارد عمل شده و این ادعاها را دارند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه عده‌ای به گفته او نوجوانمردانه پشت نام رهبری مخفی شده و مردم را از ایشان دور می‌کنند تصریح کرده مردم سیاهی لشکر نبوده و هر زمان که نظام از مردم دور شده ضرر کرده است. پایگاه اطلاع رسانی آقای رفسنجانی نمونه این ضرر را انتخابات سال 88 ذکر کرده است. در این وبسایت به نقل از آقای هاشمی آمده است بهترین شیوه حفظ انقلاب سپردن حق انتخاب به مردم است تا فتنه دو قطبی ملت حکومت ایجاد نشود، تا احساس نشود که حکومت کسی را می‌خواهد و مردم کس دیگری را، تا میزان رأی ملت باقی بماند نه رأی شورای نگهبان. این اظهارات در حالی است که در مجادله میان طرفداران نظر استصوابی شورای نگهبان و آرای منتقدان، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آشکارا از اختیارات شورای نگهبان پشتیبانی کرد و کار این نهاد را دفاع از حق و ناس نامید. متازگی نیز مرتضی مقتدایی یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری در مصاحبه‌ای که متن آن در وبسایت خبر آنلاین انتشار یافته گفته است در یک نظام ولایی و حکومت اسلامی تنها این که خود مردم رئیس جمهور را انتخاب کنند مشروعیت ندارد. او منتخب و رئیس جمهور مردم است و اختیارات رئیس جمهوری را دارد، اما اجرای این اختیارات و شرعی بودن آن منوط به تنفیذ رهبری است. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در مراسمی روز شنبه 21 شهریور ماه در مشهد گفت دشمن تمام سلاح‌های خود را علیه ملت ایران به کار گرفت اما شکست خورد و اینک تنها روزنه امید آنها ایجاد یک جریان نفوذی در داخل ایران است. و با استناد به سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش آمریکا برای نفوذ در ایران، غارتگران بیت المال و مفسدانی که با تکیه بر مناسب به جای خدمت به مردم کیسه های خود را پر می کنند را خطری جدی خواند. برخلاف مسئولان دولت روحانی که کارنامه دولت نهم و دهم را منفی ارزیابی می کنند و بیشترین فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی را دوران احمدی نژاد می دانند، آقای نقدی بار دیگر تلویحاً آقای رفسنجانی و فرزند وی مهدی را مورد حمله قرار داد. حمله هدفمند محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به هاشمی رفسنجانی در زمانی صورت می‌گیرد که در حال حاضر دو تن از معاونان احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی و حمید رضا بقایی به جرم فساد مالی در زندان به سر می‌برند و پرونده بابک زنجانی یکی از ده ها نمونه از پرونده‌های فساد مالی چند میلیاردی در دوران احمدی نژاد محسوب می‌شود. آقای نقدی گفت اگر پای آمریکا به ایران باز شود، آقازاده‌های مفسد به جای زندان رفتن و مجازات شدن بر مردم سلطنت می‌کنند. وی از کسانی انتقاد کرد که می‌گویند تحریم‌ها کمر مردم را خم کرده و کلید حل مشکلات را در رفع تحریم‌ها می‌دانند. به نظر می‌رسد که روی سخن آقای نقدی با مسئولان دولت روحانی و پشتیبانان این دولت همچون آقای هاشمی رفسنجانی است که بارها تحریم‌ها را دلیل اصلی شرایط نابسامان اقتصادی خواندند. اکبر هاشمی رفسنجانی 26 خرداد ماه گفته بود تحریم‌ها پدر مردم را درآورده است. عده‌ای تحریم و غیر تحریم در زندگیشان اثر ندارد، کارهایشان می‌گذرد، اما تحریم استخوان طبقه مزدبگیر کشور را که اکثریت کشور هستند می‌پوساند و زندگی آنها سخت‌تر شده است. آقای نقدی گفته این افراد دلشان برای بستن قراردادهای نفتی با شرکت‌های اروپایی و دریافت پورسانت‌ها و رشوه‌های کلان همانند قرارداد کرسنت در ازای غارت نفت و گاز ایران توسط اجانب تنگ شده است. اصولگرایان تندرو تاکنون بارها مهدی هاشمی را متهم به گرفتن رشوه در قرارداد کرسنت کردند.
شاهرخ زمانی از فعالان حقوق کارگران روز یک شنبه 22 شهریور ماه به علت سکته مغزی در زندان رجایی شهر کرج درگذشت. وبسایت هرانا از قول یک منبع مطلع نوشته است روز یک شنبه پس از آنکه شاهرخ زمانی برای هواخوری ظهر حاضر نشد، همبندی‌های او با رفتن سر تختش متوجه شدند که او درگذشته است. بر اساس این گزارش، تشخیص اولیه بهداری زندان در مورد علت مرگ این زندانی سکته مغزی بوده است. در فروردین ماه سال گذشته، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط شاهرخ زمانی شده بود. شاهرخ زمانی پیش از آن در نامه خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از تهدید، ارعاب و رفتار غیرقانونی با خود و شکنجه‌های جسمی و روحیش در زمان بازداشت و بازجویی‌ها سخن گفته بود. آقای زمانی پنجمین سال حبس خود را بدون مرخصی می‌گذراند و طی این مدت اجازه حضور در مراسم ازدواج دخترش و خاکسپاری مادرش را هم نیافت. شاهرخ زمانی آخرین بار در خرداد ماه سال 90 در تبریز بازداشت شد و 36 روز را در زندان انفرادی محبوس بود و سپس در دادگاه انقلاب تبریز به جرم تبلیغ علیه نظام، تلاش برای ایجاد سندیکای کارگران نقاش و تشکیل گروهی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شد. آقای زمانی چند بار در طول حبسش در زندان تبریز در بندهای زندانیان غیر سیاسی به سر می برده و بارها دست به اعتصاب قضا زده بود. شاهرخ زمانی در سال 91 و 92 به زندانهای یزد، تبریز، رجایی شهر کرج، بار دیگر تبریز، قزلحصار کرج و سرانجام در سال 93 دوباره به زندان رجایی شهر انتقال یافت. شاهرخ زمانی در سال 72 نیز به جرم فعالیت غیر علنی سندیکای نقاشان 18 ماه زندانی شده بود. منابع نظامی ائتلاف عربی اعلام کردند نیروهای ارتش ملی یمن و مقاومت مردمی با حمایت واحدهایی از نیروهای ائتلاف عربی عملیات گسترده‌ای را برای نزدیک شدن به صنعا پایتخت یمن آغاز کردند. این عملیات روز یکشنبه 22 شهریور ماه در جنوب غرب استان معرب آغاز شده است. بنابراین گزارش شبه نظامیان حوثی پس از آغاز هجوم نیروهای ائتلاف عربی با دادن تلفات سنگین از منطقه بیجان در جنوب معرب عقب نشینی کردند. همزمان با تشدید عملیات در یمن، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه گفت سفیر جمهوری اسلامی ایران در صنعا چند روزی برای معاینات پزشکی به کشور آمده است. وی گفت در مورد خبر شبکه خبری الجزیره مبنی بر اینکه سفیر و کارکنان سفارت ایران صنعا پایتخت یمن را ترک کردند گفت سفیر جمهوری اسلامی ایران در تمام مدت بمباران‌های سخت در صنعا پایتخت این کشور حضور داشتند و تهران هیچ تصمیمی برای بستن سفارت خود در صنعا ندارد و به فعالیت عادی خود ادامه خواهد داد. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت هشدار لازم به منظور حفظ امنیت اماکن دیپلماتیک متعلق به تهران در صنعا برابر حقوق دیپلماتیک و کنسولی به عربستان سعودی داده شده است. این اظهارات در حالی است که بنابر گزارش برخی منابع خبری، حسین نیکنام سفیر جمهوری اسلامی دو روز پس از آنکه وزیر خارجه یمن فاش کرد سفارت ایران ستاد اصلی جنگ حوثی هاست، با کمک دولت عمان از یمن گریخت. در همین حال دولت یمن تحت رهبری عبدالرب منصور هادی که در ریاض به سر می‌برد، روز یکشنبه 22 شهریور ماه اعلام کرد در مذاکرات صلح با حوثی‌ها که قرار است با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار شود شرکت نخواهد کرد. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده آمده است تا زمانی که شبه نظامیان کودتاچی صالح و حوثی‌ها قطعنامه 2215 شورای امنیت سازمان ملل متحد را به رسمیت نشناسند و آمادگی خود را برای اجرای آن اعلام نکنند با آنها هیچ مذاکراتی انجام نخواهد شد. وزارت کشور مصر میگوید که نیروهای امنیتی این کشور به اشتباه 12 نفر از جمله جهانگردان مکزیکی را در جریان یک عملیات ضد تروریستی کشتند.
منطقه وسیع صحرای غربی با توجه به طبیعت شنی و برخورداری از صخره‌های تماشایی از جمله مناطق محبوب و مورد علاقه گردشگران خارجی است. این منطقه از مصر همزمان از مناطقی است که ستیز جویان دولت اسلامی از آن به عنوان مخفیگاه استفاده می کنند. این دوگانگی سبب بروز واقعی مرگبار برای گروهی از گردشگران خارجی و راهنمایان آنها شد که با کاروانی متشکل از 4 خودرو در منطقه واهات در صحرای غربی در حرکت بودند. سربازان و ماموران پلیس مصر در جریان عملیات ضد ترور برای پیگرد و شناسایی شبه نظامیان افراطی گمان کردند که کاروان مزبور متعلق به گروه‌های تروریستی است و از این رو به سوی این کاروان آتش گشودند. وزارت کشور مصر روز دوشنبه 23 شهریور با انتشار بیانیه‌ای همچنین اعلام کرد که 12 نفر در این واقعه کشته شدند که مکزیکی و مصری هستند. 10 تن دیگر نیز در این حادثه زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافتند. بر طبق بیانیه وزارت کشور مصر، این گروه گردشگر در منطقه‌ای در راه بودند که ورود و حرکت در آن با توجه به وضعیت ناآرام و ناامن برای غیر نظامیان ممنوع اعلام شده بوده است. وزارت کشور مصر گفت تیمی برای تحقیق درباره این حادثه تشکیل داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، انریکه پنیانیتو رئیس جمهور مکزیک با انتشار پیامی در شبکه توییتر این حادثه را محکوم کرده و از دولت مصر خواستار تحقیقات گسترده برای روشن شدن جزئیات این ماجرا شده است. صنعت گردشگری از منابع مهم درآمد مصر محسوب می شود. خبرگزاری فرانسه به تازگی گزارش داده بود که نزدیک به 10 میلیون گردشگر در سال 2014 از مصر دیدن کردند که این شمار به وضوح کمتر از آمار 15 میلیون نفری گردشگران در این کشور در سال 2010 میلادی است. تنش در جنوب ترکیه به بالاترین حد خود در طی 3 سال گذشته رسیده. هواداران پکاکا در جنوب این کشور حتی به جنگ خیابانی روی آوردن. پکاکا هر روز نظامیان بیشتری رو میکشه. بیش از 30 کشته تنها در طی 1 هفته. بسیاری معتقدند جامعه ترکیه به دو قطب ترکی کردی داره تبدیل میشه. دفاتر حزب کردی HDP در بسیاری از شهرهای ترکیه مورد حمله قرار گرفته. ملی‌گرایان تندرو موسوم به گورک‌های خاکستری به خیابان اومدن. اونها از مدت‌ها قبل منتظر چنین روزی بودند تا خشم خودشون رو متوجه کردها به ویژه حزب کردی HDP بکنن. آقای اردوغان و داوودوغلو اگرچه این حملات رو محکوم کردن، اما دمیرتاش میگه این حرفا باور کردنی نیست. دولت ترکیه عملاً ملی‌گرایان رو به جان ما انداخته. دمیرتاش دولت و پکاکا رو به آرامش دعوت میکنه، اما برخی شهروندان ترکیه میگن دمیرتاش در زبان از صلح سخن میگه، در حالی که قلبش با پکاکا هستش. مردم عادی اما توجه چندانی به این دستبندی های سیاسی ندارن. اونها آرامش میخوان و صلح و زندگی، نه غرش دوباره تفنگ ها. روس ها میل دارن به صورت مستقیم وارد تحولات سوریه بشن. حالا که رژیم اسد در ضعیفترین دوران خودش به سر میبره، روس ها ترجیح دادن از پشت میز هاشون بلند بشن و به جای تلاش‌های صرفاً سیاسی عملاً وارد صحنه نظامی سوریه بشن. موضوعی که شدیداً غرب و ناتو رو نگران کرده. در چند هفته اخیر روس‌ها آشکار و پنهان در سوریه سعی در استقرار ادوات نظامی داشتند. روی میز سیاست اما همراه با ایران از طرح جدیدی برای حل بحران سوریه میگن. ولی غرب میگه اگر روسیه دنبال حل بحران در سوریه هست، نباید دخالت نظامی در این کشور داشته باشه. هم
همزمان با افزایش موج پناهجویان سوری و عراقی به سمت اروپا، اتحادیه اروپا در این هفته سخت تلاش کرد تا به راه حلی برای تقسیم پناهجویان میان کشورهای عضو خودش دست پیدا بکنه. اگرچه اغلب کشورهای اروپایی قبول کردن که باید هر کدوم تعدادی از این پناهجویان رو بپذیرن، اما فعلا سخن بر سر چگونگی تقسیم این پناهجویان هستش. در این سو در ترکیه و سواحل مدیترانه، اما بازار داغ قاچاقچیان انسان پر رونق‌ترین روزهای خودش رو طی چند دهه اخیر طی می‌کنه. افزایش 150% رشد قاچاق انسان در ترکیه نشان از این بازار پر رونق داره. حالا اما پرسش اینجاست: اگر قرار هست اتحادیه اروپا پناهجویان رو بپذیره، چرا اجازه میده اونها در دام قاچاقچیان بیفتن؟ و ما گویا زمین زدن مظلوم مرز نمی‌شناسد. در پایان تصویر هفته رو ببینیم.